جلسه در پشت درهای بسته ادامه دارد. اعضای تیم کلاف و خسته به نظر می رسند. مطابق قرار تلفن‌های همراه بیرون اتاق نگه داشته شده تا محتوای بحث‌ها بیرون نرود. ولی هیچ کس حواسش به ساعت مچی یکی از اعضای تیم نیست. ساعتی که تقریباً تمامی محتوای مذاکرات را ضبط کرده است. مقصد فایل های ضبط شده تا مدت ها نامشخص میماند تا اینکه عضو تیم هسته‌ای که حالا متهم به جاسوسی است دستگیر شده و اقرار میکند که محتوای مذاکرات محرمانه را برای یکی از رابطین دستگاه‌های جاسوسی انگلیس ارسال کرده است. افشای بحث های مذاکرات درونی تیم هسته‌ای شاید راهبردی ترین بخش مذاکرات هسته‌ای برای کشورهای طرف مقابل بود. آنها حالا از طریق عبدالرسول دوری اصفهانی، همان آقایی که با ساعت مچیش از جلسات فیلم تهیه کرده، می دانستند که ایرانی ها دقیقاً چه می خواهند و چگونه می توان راه رسیدن به خواسته هایشان را سد کرد. اما مشکلات پولی و مالی و عدم دسترسی ایران به مراودات آزادانه فقط با ارسال چند فیلم و آگاهی از محتوای مذاکرات تیم هسته ایران ممکن نبود. جاسوس هسته‌ای باید کارهای بیشتری را انجام می‌داد تا خواسته های طرف مقابل تأمین شود. دوری اصفهانی نمایندگی شرکت PwC انگلیس را در دبی بر عهده دارد، شرکتی که سالهاست در زمینه نظارت بر مراودات پولی و مالی فعالیت می‌کند. برنامه این است که ماجرای پذیرش FATF از سوی ایران مورد تأکید دوری اصفهانی قرار گیرد تا مشکل مراودات مالی ایران به ظاهر حل شود. در ادامه دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا دقیقاً شرکتی را مسئول نظارت بر عملکرد ایران در اجرای تعهدات خود در قبال FATF می‌کند که دوری اصفهانی مسئولیت نمایندگی آن را در دبی بر عهده دارد. این انتخاب عجیب دلایل قابل توجهی دارد. شناسایی و دسترسی به اطلاعات و حساب‌های شخصی افراد خاص و شناسایی افراد دو تابعیتی در بانک مرکزی ایران و استخدام آنها در نمایندگی شرکت PwC در دبی. دوری اصفهانی اما خود یک دو تابعیتی است. وی سال هاست که پاسپورت و تابعیت کانادا را در اختیار دارد، ولی هیچ کس زمانی که وی با پیشنهاد نهاوندیان و سید به تیم هسته‌ای راه پیدا کرد درباره تابعیت دوگانه وی حرفی نزده بود، موضوعی که شاید برخی از آن اطلاع داشتند ولی درباره آن سکوت کرد. اما دوری اصفهانی تنها چهره دو تابعیتی در تیم هسته‌ای نیست. فرد دیگر نیز به عنوان مشاور حقوق بین الملل در کنار تیم هسته‌ای حضور داشته که مرور سابقهش تردیدها را درباره او افزایش می‌دهد. مشکان مشکور یکی از حقوقدانان سرشناس و وکلای بین المللی است که داوری پرونده‌های زیادی را در این عرصه بر عهده داشته. در سابقه وی تأسیس و ریاست مرکز منطقه داوری تهران از سال 84 تا 89 به چشم می‌خورد. این مرکز مسئولیت داوری و اعلام نظر درباره پرونده‌های حقوقی بین المللی را بر عهده دارد و برخی حقوقدانان ایرانی مانند لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور نیز در آن عضویت دارند. نام مشکان مشکور اولین بار در مصاحبه همان نماینده مجلسی افشا شد که از جاسوسی دوری اصفهانی برای طرف‌های غربی در جریان مذاکرات هسته‌ای پرده برداشت. کریمی قدوسی در مصاحبه خود تأکید کرد که به علاوه دوری اصفهانی برای 3 نفر دیگر از اعضای تیم هسته‌ای حکم صادر شده، ولی آنها در خارج از کشور به سر می‌برند. کریمی قدوسی با اشاره به نام مشکور وی را مسئول بخش حقوق بین الملل در تیم مذاکره کننده معرفی کرد و گفت بخش حقوق بین الملل که به قطعنامه‌ها و توافق‌ها مربوط می‌شود به این شخص واگذار شده بود و خط و جهت‌دهی برجام به سمتی که دشمنان ما می‌خواستند بر عهده این فرد است. اما این اولین بار نیست که نام مشکور در رسانه‌ها مطرح می‌شود. نام وی پیش از این نیز در رسانه‌ها مطرح شده بود، اما چندان مورد توجه قرار نگرفت. اوایل روی کار آمدن دولت 11 در سال 92 برخی رسانه‌ها با اعلام حضور تعدادی از وزرای دولت در شرکت‌های خصوصی این مسئله را مورد انتقاد قرار دادند.
یکی از این افراد محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت معدن و تجارت بود که به گفته احمد توکلی نماینده سابق مجلس در بیش از 19 شرکت فعال در زمینه پتروشیمی و نفت به عنوان عضو هیئت مدیره فعالیت می‌کرده است. با نگاهی به اسناد منتشر شده درباره دیگر اعضای هیئت مدیره شرکت‌ها به یک اسم آشنا برخواهیم خورد. مشکان مشکور در شرکت کیمیا صنعت دالاهو از شرکت‌های فعال در زمینه پتروشیمی به نمایندگی از شرکت سیمین تجارت افرا در کنار محمد رضا نعمت‌زاده به عنوان عضو هیئت مدیره در سال 92 قرار دارد. این رابطه احتمالاً از زمان دولت اصلاحات و حضور مشکور در دفتر حقوقی ریاست جمهوری شکل گرفته و تا رسیدن به شراکت تجاری ادامه پیدا کرده است. این روابط خاص و قابل بررسی نشان می‌دهد که چهره‌های دو تابعیتی راه سختی را برای رسیدن به تیم هسته‌ای نداشتند و سابقه دوستی و آشنایی با برخی از اعضای دولت روحانی باعث شده تا کسی به تابعیت دوگانه آنها و احتمال استفاده طرف‌های دیگر از این مسئله حساسیت نشان ندهد. حالا و با افشای برخی از ابهامات درباره یک عضو دیگر از تیم هسته‌ای که در حساس ترین بخش مذاکرات یعنی مسائل مربوط به حقوق بین الملل حضور داشته، راحت تر می توان ریشه مشکلات کشور برای رسیدن به حقوق خود در برجام را شناسایی کرد. در گزارش های آینده به بررسی دیگر همراهان تیم هسته‌ای خواهیم پرداخت، کسانی که حضورشان در کنار تیم هسته‌ای واقعیت های نگران کننده ای را افشا خواهد کرد.